سلام، من امروز برگشتم با یه ویدیو دیگه از کی بود. ویدیو امروز ما درباره هادی حجازی فر، کارگردان و نویسنده و بازیگر مطرح کشورمونه. اون متولد سال 1355 در شهر خویه و فارغ التحصیل لیسانس رشته نمایش عروسکی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس بازیگری و کارگردانیه. آقای حجازی فر متأهله و همسر اون یکی از همکلاسی‌های اون توی دانشگاه بوده که به بهونه همکاری توی سریالی که برای شبکه ارومیه در حال تولید بوده با هم بیشتر آشنا شدند و در نهایت توی سال 1383 ازدواج کردند. حاصل این زندگی مشترک هم پسری به نام هامون شد. هادی از کودکیش علاقه خیلی زیادی به بازیگری و نمایش داشت و از سال 1370 وقتی که فقط 15 سالش بود توی شهر خوی آذربایجان فعالیت هنریش رو با تئاتر دانش آموزی شروع کرد و با نمایش فریاد تا نهایت در جشنواره کشور انتخاب شد. اون با حمایت پدر مرحومش که رئیس آموزش و پرورش بود از سالن‌های تئاتری این سازمان برای کار تئاتری بچه‌های مدارس استفاده می‌کرد. هادی حجازی فر در سال 1377 وارد دانشگاه شد و در دوران دانشجویی 24 اجرا رو در زمینه‌های مختلف بازیگری، نویسندگی و کارگردانی به روی صحنه برد. اون فعالیت حرفه‌ای خودش رو در بازیگری به طور حرفه‌ای با فیلم مزرعه پدری آغاز کرد، اما به دلیل علاقه به کارگردانی تا مدت‌ها به پیشنهادهای بازیگری پاسخ منفی میداد تا اینکه برای ایفای نقش شهید احمد متوسلیان در فیلم ایستاده در غبار تصمیم خودش رو تغییر داد و فعالیت بازیگریش رو از سال 1394 دوباره شروع کرد. تحقیقات گذاشته بودن همینطور بنا به یک سری کارهای خودسرانه ایشون رو کرده بودن عضو شورای سپاه. همچنین هادی فعالیت تلویزیونی خودش رو با کارگردانی سریال کرکره در سال 1391 شروع کرد و بعد از اون در سال 1396 با سریال نفس در نقش یک بازیگر هنرنمایی کرد. در ادامه مروری بر برخی از نقش‌های ماندگار این هنرمندمون می‌کنیم. پوست شیر داستان مردی به نام نعیم رو روایت میکنه که 15 سال زندان رو به عشق دیدن دخترش تاب آورده و بعد از آزادی برای دیدار با دخترش دچار بحرانی بزرگ میشه. ماجرای نیمروز، این فیلم به ماجرای ترورهای سازمان مجاهدین خلق توی سال 1360 و اتفاقات بعد از عزل بنی صدر میپردازه و هادی حجازی فر نقش کمان رو ایفا میکنه. لاتاری، این فیلم داستان امیرعلی و نوشین دو جوانی رو به تصویر میکشه که با وجود مخالفت‌های شدید خانواده‌شون قصد ازدواج با یکدیگر رو دارن. اونا یه رویای مشترک توی زندگی دارن و اونم برنده شدن توی لاتاری و دریافت گرین کارته. توی این فیلم هادی حجازی فر نقش مربی فوتبال رو به عهده داشته و با امیرعلی راهی دبی میشه. زیرخاکی، این سریال کمدی تاریخی داستان مردی به نام فریبرز رو روایت میکنه که به دنبال زیرخاکیه. هادی حجازی فر توی این سریال نقش برادر فریبرز رو داره.
آتابای. این فیلم درباره مردی میانسال به نام کاظم معروف به آتابایه که در یکی از روستاهای شهرستان خوی زندگی میکنه. اون دانشجوی معماری دانشگاه تهران بوده و اما به دلیل شکست عشقی از ادامه تحصیل انصراف داده و بعد از مرگ خواهرش مسئول سرپرستی و تربیت خواهرزاده جوانش رو داره. در این فیلم هادی حجازی فر نقش آتابای رو داره. از فیلم های سینمایی خفن آقای حجازی فر میتونیم به موقعیت مهدی، بی همه چیز، دوزیست، شاهکش و ژن خوک اشاره کنیم. از سریال های نمایش خانگی ایشونم میتونیم به ممنوعه، پیشگو و سریال های خیلی خفن این روزا یعنی پوستشی رو سرگیجه اشاره کنیم. صد بار با آقا جلال گفتم کار جای فامیل بازی نیست، برای همین هم این ماه محبت هیچ خبری از حقوق نیست. به سلامت. این بازیگرمون در سال 1401 خیلی ترکونده و چندین جایزه و افتخار کسب کرده. از جمله اونا برنده جایزه بهترین فیلمنامه در 14th جشن منتقدان سینما برای فیلم آتابای، برنده جایزه چهره برگزیده سینما در 7th جایزه هنر انقلاب برای فیلم موقعیت مهدی و برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردان فیلم اول از 40th جشنواره فیلم فجر برای فیلم موقعیت مهدی. مرسی از نگاه های زیباتون که تا اینجای ویدیو همراه من بود. حتما حتما نظراتتون رو راجع به این ویدیو و هادی حجازی فر برام کامنت کنید و بگید که دوست دارید ویدیوی بعدی در مورد کدوم یکی از هنرمندانمون باشه. مثل همیشه لایک و سابسکرایب و زنگوله هم یادتون نره.